اثر اینم هیچ شکافی نداشت. بارها به عباس رفتیم گفتیم عباس تو رو به خدا این پیامو برسون که سر ما کوتاه نیان، سر ما هیچ نوع کوتاه نیان و ما به این متعهد است. ولی یک موضوع رو میخواستم به شما بگم. روزی که دستگیر شدم، روزی که به اصطلاح رفته بودیم مصلحی و اونجا دستگیر شدم، اون زنجیری که بسته بودن جلوی اون سیاد، یه سیاد شکافته شد و لودر اینا حمله کردن، من اون پشت بودم. در لحظه یه زنجیری که پاره شد، من همون زیر این دست و پا افتادم، یه نتونستم خودم رو جمع جور بکنم، داشتم خودم رو جمع جور میکنم. بعد یه لحظه به ذهنم زد که حداقل 2-3 متر برم عقبتر، یک هوایی تازه کنم بعد بیام. ولی انگار یکی یقمو گرفت، گفت کجا باید به یه آزمایشی تو پس بدی. همونجا دیدم که 2 تا از بچه ها را گرفتن دارم میزنن. دیگه نفهمیدم چی شد. رفتم جلو و اونجا 3 نفر بودن، ریختن رو سرم. یکی دستمو، یکی گردنمو گرفت محکم، دیگه خفه داشتم میشده. و یکی دیگه با تمام وجودش به سر و بدنم میزد و من هم مقاومت میکردم. دوم حالت بیحالی، بعد دیگه نفسم در نمیمد. فکر کنم یه آیفای چیزی اونجا بود، یه وسیله اونجا بود که من دستمو به اون گرفتم که خودمو مقاومت کنم که به فلان نرم، که با یک میله آهنی محکم زد به دستم که آه از نهادم بلند شد و نفهمیدم چی شد. من دیگه فقط یهو بیدار شدم، دیدم که بی حالت بیهوش تو همون مرکز شرطه آوردن اونجا است. اونجا همونطور که توضیحشو پویا داد واقعا وحشتناک می‌زدن. دیگه من توضیحات اضافه‌شو نمیدم. فقط یه نکته رو می‌خواستم بگم، همین